عرضت رو بترام دارم به شما امیران عزیز و عرجمندم، هر جا که تو باشی اثر غم نبود، آنجا که نباشی دل خود را هم نبود. آقای رضا کیهان عزیز در وودلند هیلز برنامه را هدایت میکنه، از روز سپاسگزارم. این تظاهرات عظیمی که در لس آنجلس برگزار شد، که لس آنجلس تایمز اعلام کرد 80,000، 100,000 تا دو خبرگزاری دیگه از 150,000 و 180,000 هم سخن گفت. این تظاهرات بی نظیر در تاریخ مهاجرت ایرانیان، حتی بقیه اقلیت ها در ایالات متحده، اتفاق خیلی مهم بود. یکی از قانونگذارهای آمریکایی که با یکی از دوستان ما صحبت میکرده و میگفته که شما ایرانی ها همیشه انتقاد دارید نسبت به برخوردهای ما و دولت، دیگه از این پس انکار کردنتون مشکله، این کار درستی بود که انجام دادید، از این پس هر دولتی باید خیلی بی تدبیر باشه که شما را دیده بگیر. ببینید چقدر اهمیت داشت این دیدار و این اجتماع عظیم و بزرگ و پهناور در شهری مثل لس آنجلس. حالا متاسفانه بعد از برگزاری این تظاهرات دیدیم که از تصدیت از یکی از تلویزیون های کلان هم این موضوع شروع شد که آمدن عکس یک نفر رو برجسته کردن، آقای پرویز ثابتی، و اصلا موضوع این اجتماع بزرگ لوس شد و اون قضیه رو سعی کردن پر رنگ نشون بدن و میدونیم که در روزهای بعد هم تلاش های مجدانه از هر سو، از سوی گروه ها، اونم به نام رقابت که تصور نمیشه رقابت توش باشه. من جا پای جمهوری اسلامی رو خیلی میبینم در این ماجرا. تلاش کردن که اصلا موضوع اجتماعات لس آنجلس، اجتماع لس آنجلس رو در حاشیه قرار بدن یا بایگانی بکنن حتی و این قضیه رو بزرگ بکنن. بذاری که در این منزل در این برنامه با یک تحلیلگر بشیم، تحلیلگر ارشد خانم مریم معمار صادقی و ستونویس العربیه. عرض ادب دارم به شما، خیلی خوش آمدید. درود آقای میبودی، خیلی خیلی ممنون از دعوتتون. خب نظرتون رو همینجا درباره اجتماع لس آنجلس بپرسم و اینکه نظرش از دید شما چرا گروهی سعی کردن که به کل این اجتماع رو نه تنها در لس آنجلس، در دوسلدورف هم همین اتفاق افتاد، اونجا هم اجتماع بزرگی برگزار شده بود ولی تظاهرات دوسلدورف هم نادیده انگاشته شد. بفرمایید. بله آقای میبودی، خب جمهوری اسلامی مثل حکومت‌های دیگه توتالیتر شاید تو همه کار خیلی ناکارآمد باشه، بد باشه، ولی تو یه کار حرفه‌ای عمل می‌کنه، اونم تو کار پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن و تفرقه انداختن در اپوزیسیون خودش هست. خبر تجمع لس آنجلس، دوسلدورف، واشنگتن، شهرهای دیگه روز سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی، خب خبر خیلی بزرگی بود، مهم بود برای کل آمریکا. اصلا اون اتفاقی که در لس آنجلس افتاد مهم بود، چه برسه برای ایرانی آمریکایی‌ها. ولی جمهوری اسلامی خب خیلی حرفه‌ای یه خبری رو که اصلا خبرم نبود، برای اینکه آقای ثابتی مثل اینکه اصلا در فلوریدا رفته بودن راهپیمایی، نه لس آنجلس، ولی یه عکسی رو منتشر میکنن و از طریق نفوذ خیلی عمیقی که دارن در شبکه‌های میدیاها، تلویزیون‌های مختلف، خبرنگارها، آدم‌هایی که بیرون از ایران زندگی می‌کنن، ما الان دیگه خیلی بیشتر می‌دونیم راجع به اینکه جمهوری اسلامی چجوری به آدم‌ها آفر میده، میگه که بری بیرون از آمریکا
مثلا فلانجا کار بکنی، اینقدر ما بهت پول میدیم که اونجوری که ما میخوایم بنویسی و بگی و کار کنی. خلاصش و اون ارتش سایبری خیلی حرفه‌ای که داره جمهوری اسلامی در توییتر و اینستاگرام و جاهای دیگه کاری میکنه که موضوع عوض بشه، تمرکز مردم، توجه مردم بره به جایی که به نفع حکومت باشه به جای اینکه به نفع مردم باشه. در واقع عکسی رو که در جای دیگری گرفته شده، چون کسانی که توی عکس هستن از تو میبینید اغلب تیشرت داره، در حالی که در لس آنجلس هوا سرد بوده، مردم پوشش زمستانی داشتن، عکس در جای دیگری اون رو منتسب میکنن به تظاهرات لس آنجلس و تظاهرات لس آنجلس رو لوس میکنن. خیلی جالبه. و به نظرم این کار حالا توسط هر شبکه‌ای که صورت گرفته باشه فاقد شرافت حرفی است. بالاخره این حرفه پرنسیپ هایی برای خودش داره و نشون میده کسانی که دست به این کار زدن اصلا اهل امانتداری در کار خبررسانی و دادن اطلاعات نبودن. چی میخواستید بگید؟ بله آقای میبونی، وقتی که جمهوری اسلامی کاری بکنه که یکی دو نفر کار اشتباه رو بکنن، کار غلط رو بکنن، میتونه غالب بکنه که بعد حالا حتی اگر فقط موقتی باشه این پخش بشه، یعنی اون اخبار نادرست، اون دیس انفورمیشن بشه حاکم تا یه مدتی، تا اون زمان خبری بگذره و دیگه بعد خب مثلا بعد از 3 روز آدم بخواد بیاد بگه که در لس آنجلس فلان روز این اتفاق افتاد، دیگه خب گذشته دیگه. همینطور. خانم معمار صادقی عزیز، گلشیفته رو داشتیم در فستیوال برلین، به خوبی درخشید. گلشیفته رو داشتیم در حضور صدر اعظم آلمان در کاخ صدارت عظما، اتفاق مهمی بود، نشون میده ستاره های ما دیگه همه جا هستن، در کاخ، در سازمان ملل متحد، در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید، شهرداری فرانکفورت، بعد در اتحادیه اروپا، در بروکسل، در پارلمان اروپا، همه جا ما ستاره هایی داریم که واقعا دارن می درخشن همه، و اغلب خانم های جوان. اتفاق خیلی مهمی است تاریخ ما، همینطور در تاریخ اپوزیسیون هایی که در آمریکا فعال بودن، مال ما اصلا درخشش فوق العاده ای داشته. خیره کننده است بنظرم، یه فنومن در ایالات متحده آمریکا، من تو در اروپا فرقی نمیکنه. حالا خانم نازنین بنیادی هم شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد رو در سفر به مونیخ و رفتن به بایرشهوف برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ همراهی میکنن. میخوام باز با دیدگاه شما آشنا بشم درباره حضور سه شخصیت از اپوزیسیون در کنفرانس امنیتی. میخوام ببینم کنفرانس تا چه حد اهمیت داره. بله آقای میبودی، این کنفرانس خیلی مهمی هست، مهمترین کنفرانس که سال یک بار برگزار میشه راجع به امنیت جهان، و خب معمولا وزیر امور خارجه کشورها حضور داره در این گرد همایی بین المللی، ولی امسال برگزار کننده دگان این کنفرانس به حکومت روسیه، حکومت پوتین و جمهوری اسلامی گفتن که دعوتتون نمی کنیم، و برای جمهوری اسلامی گفتن که به خاطر سرکوب مردم هست، و به جای اونها، به جای آدمای جمهوری اسلامی، اپوزیسیون رو دعوت کردن، از جمله خانم مسیح علی نژاد، خانم نازنین بنیادی و خب شاهزاده رضا پهلوی مسلماً. و حضور اینا نشون میده که یک فرصت‌های بزرگی خیلی خیلی تاریخی داره به وجود میاد، که مقام‌های بین‌المللی، کشورهای غربی با مستقیما در اصل با مردم
ایران در تماس باشن به جای اینکه با حکومت در تماس باشن. و خب در این کنفرانس به خصوص مهم هست برای اینکه تا چند سال پیش مثلا آقای جواد ظریف میرفت اونجا میشست، هر حرفی هم میزد کسی اصلا سوالی نمیکرد، هیچ فشاری روش نمیذاشت. از جمله اینکه گفت یه بار من استاد حقوق بشر هستم و بیشتر از 30 سال هستش که استاد حقوق بشر هستم. به ما صادق عزیز یه حرفی زد عبدالکریم سلوشن، یه حرفی زد درباره گل شیفتی که به نظرم به شکلی جمع زنان حاضر در انقلاب رو هدف قرار داده بود. من چیزی جز این استنباط نکردم و این انتقادی که هم زشت بود از لحاظ شخصیتی که خودش به هر حال باعث و بانی انقلاب فرهنگی در ایران بوده، قل و قم شدن شخصیت های برجسته دانشگاهی ما، بعد تغییر فضا، زنان مردانی شدن علم، و اتفاقاتی است که بعد از حضور ایشون در انقلاب فرهنگی در میهن ما رخ داد. میخوام حالا ببینم شما چی میگید. حرفای سروش رو شنیدید؟ آقای سروش رو؟ بله آقای میبودی، من راستش واقعا تعجب میکنم که میدونین چه جوری میشه کسی که نمیدونم قرار آدم اهل کتاب باشه، اهل فلسفه باشه، اینجوری صحبت بکنه. یعنی راجب چیزی که اینقدر واضح هست، الان مردم ایران هر نوع آدم با هر نوع گذشته، با هر نوع طرز فکر، با هر نوع ارتباط با خدا و دین و مذهب الان متنفر از این حکومت و همه با هم یکی شدن علیه وضع موجود. وقت عبدالکریم سروش که یه موقعی برای آدمایی که جوانایی که رفته بودن پشت خاتمی و اصلاحات و اینا، آدمی بود که از دموکراسی حرف میزد، از اینکه با اسلام چجوری میتونه تضاد نداشته باشه با دموکراسی و این چیزا، اصلا آدم واقعا خجالت میکشه که اینجوری یه کسی بخواد بیاد خودش رو لو بده که چقدر واقعا وجودش هنوز اون آدمیه که انقلاب فرهنگی کرده و کاری کرد که واقعا این مملکت نابود بشه. یعنی همه امکانات فکری، همه امکانات رشد، همه امکانات آزادی رو از همون پایه دانشگاهی برای این مردم قطع کرد عبدالکریم سروش. و الان این حرفو میگن، مثلا تئوریای روانشناسی میگن که آدم وقتی یه چیزی رو خودش هست راجب طرف مقابل میگه، وقتی که میگه که این آدمایی که در دانشگاه جورج تاون هیچ خبر و اطلاعاتی راجب مردم داخل کشور ندارن، وقتی که سروش راجب اون کنفرانس این حرف رو میزنه، یعنی این که خودش چقدر احساس میکنه که دیگه با اون جامعه و اون مردم هیچ ارتباطی نداره. میدونه که این مردم، این انقلاب متنفرن از آدمایی مثل سروش که این حکومت رو به وجود آوردن. خانم بیمارستان، یه نوع زن ستیزی من احساس کردم چاشنی سخنان سروش بود. شد به این علت که این جنبش انقلابی رو زنان ما بیشتر دارن هدایت بکنن. دستی کم در صحنه بین‌المللی زنان هستن دیگه. روز امیر ابراهیمی همین امروز، همین دیروز، و خانم گلشیفته در برلین، نمیدونم این خانم نازنین افشین جم در کانادا، و همینطور بقیه خود شما. یعنی این زنان هستن که امروز یه شکفتگی فوق‌العاده‌ای پیدا کردن و ما دیگه در این زمینه کم کسری نداریم. اینا موفق شدن تبدیل بشن به صدای رسای یک جنبش بی همتا و بی نظیر. شاید این داره عصبانی میکنه آدمایی که طرز تفکر سنتی به ویژه مذهبی دارن، نمیتونن تحمل بکنن این رو. بله، بالاخره تلاش کردن با همون انقلاب فرهنگی که زنها رو جدا بکنن، همه درس ها رو نتونن بخونن، حرف زدنشون، کاراشون، قیافشون، همه چیزشون رو کنترل بکنن، بعد آخرش میان همین زنها همه چیز رو به هم میزنن دیگه. یعنی یه عقده میبینم توش آقای میبودی، یه عقده که گیر کرده توی این ایدئولوژی و تو تک تک این
شخصیت ها، این مرد هایی که هنوز فداکار این ایدئولوژی هستن که در اون وسط وسطش هسته اصلیش زن ستیزیه و اینکه دخترها در اصل قدرت نداشته باشن، زنا قدرت نداشته باشن و علی رغم همه فشارهایی که روشون هست واقعا زن ایرانی نشون داد که میتونه همه چیزو خوب بفهمه و همه جور قدرت رو به دست خودش بگیره. مریم خانم، من حرفای خامنه‌ای رو چندی بار دوره کردم تو این تقریبا پنج ماه اخیر، حرفایی که بعد از این جنبش زد. به این برآورد رسیدم که ارتباط او رو با دنیای بیرون کاملا قطع کردن. چی قطع کردن نمیدونم، ولی شناختی از دنیای بیرون نداره و نمیدونه در بیرون چه خبره، مردم درباره او چی میگن. احتمالا تنها وسیله رابط او با دنیای بیرون صدا و سیماست، چون میدونیم زبان خارجی بلد نیست، به رسانه‌های بین‌المللی که دسترسی نداره، کار با کامپیوتر اینا رو بلد نیست، یعنی از طریق دیگرانه، افراد دیگر هستن که باید ایشون رو در جریان اون چیزهایی قرار بدن که در ماس مدیا جریان داره. حالا چون ببینید از یه پیرمرد 85 ساله بعیده که این همه شعار رو بشنم، شعارهایی که علیه خود او هستن، علیه حاکمیت او، حکومت او، علیه فساد دستگاهی که داره اون رو اداره میکنه، علیه سوء مدیریتش، و به جای چارجویی، به جای اعمال تدبیر لجوازی بکنه. مثلا در آخرین سخنرانیش میگه هست کمبودهای هست، همینی که هست نق نزنید، انقلابی ببینید، یعنی به این جهنمی که من ساختم نگاه انقلابی داشته باشید. نق زدن یه مسئله از انتقادم گذشته، چون نق زدن یه درجه پایین‌تر از انتقاده، یعنی حتی اگر نارضایی هستید زیر لب هم زمزمه نکنید، معنای نق زدن همینه، یعنی به طور لفظی پیش خودتون هم قرار نیست که شما ابراز نارضایی بکنید، یعنی تا اینجا پیش اومده. بفرمایید. ببینین از این حرفایی که مثلا صالحی زد تو اون فایل صوتی که خودشون دادن بیرون، یا حرفایی که میبینیم که خامنه‌ای میزنه، دیگر آدمای خودشون تو صدا و سیما، معلومه که خیلی میدونن که مردم چقدر عصبانیه و خامنه‌ای به نظرم وقتی که میاد اینو میگه که هیچ جوری در از بیان نکنین، یکم نشونه اینه که کنترل از دست خودش در رفته، برای اینکه اگر واقعا اعتماد داشت به اون آدمای خودش، یعنی اون سیستم خودش، اون سرکوب و اون زندانها و اون پروپاگاندا و اینا، دیگه لازم نبود که بیاد خودشم بگه نه چیزی نگین. میدونین انگار که میخواد که خودشم سعی بکنه یه جوری این قضیه رو کنترل بکنه. میگم یعنی این حکومت واقعا در حساس ترین ضعیف ترین نقطه عمرش هست تو این 44 سال، هیچ وقت به این ضعیفی نبوده. و حالا نمیدونم این آقای موسوی که خب خودش مسئول کشتن آدما بود و اینا، ولی اینکه اومده این حرفو زده که قانون اساسی جدید، به نظرم تا اونجایی که میشه باید اپوزیسیون این رو یه فرصت ببینه که باعث بشه که کسای دیگه هم که نزدیکن به حکومت یا داخل حکومت هستن از این حرفا بزنن که ریزش بیشتر به وجود بیاد، شکاف بیشتر به وجود بیاد، برای اینکه آخر آخرش بالاخره ما به این نیاز داریم. نه دیگه، انقلاب رسته به نقطه برگشت ناپذیر. مثلا حضور اون چی که باز اهمیت داره این که انقلاب در کف خیابون دوباره جریان پیدا کرده تو این از 27 تا فکر کنم از دیشب تا دوباره این مردم در خیابون ها بودن، ولی واقعیت اینه که انقلاب سهمگین‌تری در درون مردم رخ داده، روان مردم رو عوض کرده.
اینقدر موثر بوده که امروز وقتی زندانی بعد از 5 ماه از زندان بیرون میاد، اگر هم زن هست باز بی حجاب میاد بیرون، انگشت‌ها رو به علامت بیروزی بالا میبره، میگه زن زندگی آزادی. یعنی این بگیر و ببندها، شکنجه، حتی تجاوز، سلول انفرادی هیچ تأثیری در روحیه او نداشته، که برعکس عزم او رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی جذب‌تر کرد. این یعنی انقلاب. بله بله. آقای مجید توکلی دیدم در توییتر نوشتن که دورانی که آخرین دورانی که زندان بودن، اینقدر آدمای زندانی معترضان زیاد بودن تو زندان که امکانات انفرادی کم بود، امکانات که اینا رو از همدیگه جدا بکنن کم بود و مقدار صحبتی که با هم میکردن خیلی بیشتر بود در مقایسه با زندان دوره‌های دیگه‌ای که آقای توکلی زندان بودن. و فکر میکنم که وقتی که میبینیم به قول شما همون دختر و زن وقتی از زندان میاد بیرون، از همون اولش روسری رو سرش نکرده، همون بیرون زندان وای میسه و علیه حکومت حرف میزنه و اینا، همش نشونه اینه که چقدر داخل دارن محکم همه با هم وای میسن. یعنی زندانی های سیاسی چقدر همبستگیشون زیاده. همینجوره. اینم یه فنومن، واقعا یه فنومن. و من مطمئنم که یک سونامی در راه. درسته الان دوباره انقلاب در حال برخواستن، انقلاب در کف خیابان و سونامی در راه. داریم امواج رو از دور داریم میبینیم، امواج حضور گسترده مردم و ریشه کن کردن حکومتی که واقعا اسباب آزار ایزای ملت شده. اونم تو این روزها هر روز یک گروه تازه به قهر فقر در میغلطن، به خاطر همین تورم، به خاطر گرانی. و آدم خبرهایی که از ایران میشنوه یا وقتی با ایران صحبت میکنه دلش ریش ریش میشه، خیلی غم زده میشه. آخه این چه حکومتی از یه مملکتی جهنم ساخته؟ میگه ما جهنم ساختیم. شما نگاه انقلابی کنید به این جهنم. ما میدزدیم، میبریم، میسوزونیم، تخریب میکنیم، شکنجه میدیم. شما حق نق زدن رو ندارید. همینی که هست. حرف خامنه‌ای همینه دقیقا، معناش همینه. معنای دیگر من نتونستم براش تصور بکنم. بله بله. کشورهای دیگه، انقلابهای دیگه که پیروز میشن، خیلی هاشون میگن که ما دو نکته، یکیش اینه که ما همدیگه رو تو زندان پیدا کردیم، خیلی از آدمایی که مخالف حکومت هستن با همدیگه تو زندان تازه قوی تر میشن، با همدیگه به همدیگه تجربه خودشون رو میگن، نظر خودشون رو میگن و با یه قوت بیشتری میان از اونجا بیرون. یه نکته دیگه این هستش که جمهوری اسلامی چون که از همه لحاظ ناکارآمد هست، از همه لحاظ جامعه رو نابود کرده، وضعیت اقتصادی خیلی بده، خیلی جاها تابستون میشه هوا انقدر کثیفه، آلوده هستش که نمیتونن نفس بکشن، آب ندارن، زلزله میاد نیروی امنیتی میفرستن، کمک نمیرسونن به مردم، آدمای بیگناه کشته شدن، الان دیگه کسی نیست، طبقه ای نیست، قشری نیست که عزیزانشون صدمه دیده باشن، ظلم دیده باشن به خاطر این حکومت. به خاطر این واقعیت و هزار و یک بحرانی که همش به خاطر خود حکومت بوده، محاله که این انقلاب خاموش بشه. یعنی فقط شهامت مردم نیست، فقط نقش مردم نیست، اینقدر بحران‌های عمیق، تضادهای عمیق داره این حکومت که محاله که مردم بتونن راضی بمونن. همینطوره. بالاخره خود حکومت خامنه‌ای در مجموعه بحران‌هایی که خودش ساخت، تولید کرد و بعد اونها رو باز تولید کرد، قطعا خفه میشه. یعنی خود این بحران ها حکومت رو خفه میکنه. تشکر میکنم مریم معمار صادقی عزیز، سپاسگزارم از حضور شما هم میهنانم. تا برنامه دیگر.
قربان شما.